سلام، به دوره آموزش منابع تغذیه سویچینگ خوش اومدید. من مرتضی کاظمی هستم و این افتخار رو دارم که در این دوره آموزشی در خدمت شما عزیزان باشم. این دوره برای اولین بار هست که میخواد به صورت آنلاین برگزار شه و تا قبل از این فقط به صورت حضوری برگزار میشد. تا این لحظه که ما این ویدیو رو داریم ضبط میکنیم، این دوره بیش از 30 دوره است که به صورت حضوری برگزار شده. اما یکی از بزرگترین خواستهای افرادی که دوست داشتن در این دوره شرکت کنن این بود که دوره به صورت آنلاین هم برگزار بشه، چون بعضی از عزیزان که در شهرستان هستن با وجود اینکه خیلی تمایل داشتن در دوره شرکت کنن، اما بنابر مشکلاتی محدودیتهایی نمیتونستن در دوره حضور پیدا کنن و اون فرصت رو از دست میدادن. برای همین ما تصمیم گرفتیم که علاوه بر این که دوره رو به صورت حضوری برگزار میکنیم، به صورت آنلاین هم یک دوره آموزشی داشته باشیم تا همه عزیزان بتونن از محتوای ارائه شده در این دوره آموزشی استفاده کنن. دوره حضوری خب یه سری مزایا داره. یکی از بزرگترین مزایاش این هست که یک رابطه خیلی خوب و دو طرفه بین تمامی افراد شرکت کننده و مدرس برقرار میشه و خیلی راحت تر میشه به سوالات اونا پاسخ داد و دغدغه های اونا رو برطرف کرد و در واقع سمت و سوی کلاس رو به سمتی برد که بیشتر اونا بهش نیاز دارن و سوالاتشون بیشتر در مورد هست. اما خب یه سری محدودیت هم داره. شاید یکی از بزرگترین محدودیتاش همین بحث حضور پیدا کردن افرادی هست که در شهرستان هستن و نمیتونن در دوره حضور پیدا کنن. و مورد بعدی هم اختلاف سطح افراد شرکت کننده در دوره هست که طبیعتاً باعث میشه که ما هر دوره که برگزار میکردیم متناسب با سطح افراد شرکت کننده دوره رو برگزار کنیم و این باعث میشد که بعضی از مطالب شاید کمتر گفته بشه، بعضی از مطالب رو مجبوریم که بیشتر توضیح بدیم و در واقع مطالب رو مجبور بودیم که متناسب با سطح افراد تا حدودی تغییر بدیم. سعی کردیم در دوره آنلاینمون این مشکلات رو برطرف کنیم و تمامی مطالب رو بتونیم از صفر تا صد توضیح بدیم که افرادی که چه از پایه میخوان شروع کنن به آموزش منابع تغذیه سویچینگ بپردازن یا چه افرادی که قبلا تجربه این کار رو دارن بتونن استفاده کنن. دوره‌ای که قرار هست خدمت شما ارائه بشه در واقع به این صورت هست که ما میایم یک منبع تغذیه سویچینگ رو به صورت جزء به جزء بررسی می‌کنیم. یعنی در واقع یک منبع تغذیه سویچینگ رو میایم به قسمت‌های مختلف تقسیم می‌کنیم، وظیفه هر قسمت رو توضیح میدیم، ورودی و خروجی هر قسمت رو بیان می‌کنیم که چی هست، حالت ایده‌آلش باید به چه صورت باشه، در عمل ممکنه به چه مشکلاتی بر بخوره اون قسمت، نکات عملی طراحیش به چه صورت هست و در واقع بیشتر سعی میکنیم که نکات عملی رو ارائه بدیم و خیلی شاید روی تئوری آکادمیک و دانشگاهی اون کار نکنیم، هرچند که به اندازه کافی هم سعی میکنیم که از لحاظ تئوری این بررسی ها رو انجام بدیم. اما خب معمولا کسانی که قصد دارن از این دوره استفاده کنن معمولا خودشون تحصیلات آکادمیک خوبی دارن و اکثر مباحث تئوری رو شاید خودشون میدونن، بنابراین ما بیشتر روی نکات عملی موضوع تمرکزمون هست. این کار باعث میشه که ذهن مخاطب بیشتر باز شه، مخصوصا برای کسانی که برای بار اول هست میخوان منابع تغذیه سویچینگ رو یاد بگیرن و طراحی کنن و در واقع بهتون قول میدم که بعد از پایان این دوره سوالهایی که توی ذهنتون هست چندین و چند برابر میشه. شاید این سوالات هم توی ذهنتون به وجود اومده باشه که ما میخواییم شرکت کنیم که سوالاتمون رو جواب بدید و سوالاتمون رفع بشه، این که سوالاتمون بیشتر شه چه کمکی میکنه. در واقع ما سعی کردیم که تمامی نکات رو تا اونجایی که خودمون تجربهش رو داشتیم و دانشمون اجازه میده بیان کنیم، اما این که شما سوالاتتون بیشتر بشه در واقع خیلی هم خوب هست. این که شما بدونید که کجاها ضعف دارید، کجاها رو باید بیشتر کار کنید،
چه مواردی ممکنه توی کارتون تأثیر بذاره، چه مشکلاتی ممکنه در یک طراحی به وجود بیاد، این خودش یک قدم بزرگه و شما کم کم میتونید برید پاسخ این سوالاتتون رو پیدا کنید. و البته در کنار اون ما سعی میکنیم که هر کدوم از این ویدیوهای آموزشی رو در یک پیج خاص توی سایتمون قرار بدیم و شما میتونید بعد از اینکه ویدیو رو مشاهده کردین تمامی سوالات و نکاتی که در ذهنتون هست رو در بخش کامنت ها واسه ما بنویسید. قطعا ما نمیگیم که بهترین هستیم، نمیگیم که دوره‌ای که برگزار میکنیم کامل ترین دوره هست. خیلی از عزیزان هستن که شاید خیلی تجربه و سواد بالاتری از ما دارن، ما ممکنه این نیستیم. پس اگر جایی سوالی داشتین، انتقادی داشتین، پیشنهادی داشتین، میتونید خیلی راحت در پیج مربوط به اون ویدئوهای آموزشی اون رو مطرح کنید و ما هم سعی میکنیم که از نظرات شما عزیزان استفاده کنیم و هم به سوالات شما پاسخ بدیم و هم اینکه رفته رفته کیفیت آموزشمون رو بهتر کنیم. در واقع سوال شما ممکنه یک جرقه رو در ذهن یک نفر دیگه به وجود بیاره و سوال اون رو برطرف کنه، یا اینکه یک ایده خاصی رو در ذهن یک نفر دیگه به وجود بیاره. پس حتما بعد از مشاهده هر کدوم از ویدیوها نظر خودتون رو راجع به اون بخش بیان کنید. در نهایت ما هدفمون این هست که پس از پایان این دوره خود شرکت کنندگان بتونن منابع تغذیه سویچینگ رو به راحتی تحلیل کنن. مثلا اگر یک شماتیک رو در اینترنت پیدا کردن بتونن به راحتی قسمت‌های مختلف اون رو تشخیص بدن، واسه خودشون اینو بخش بندی کنن که هر قسمت به چه منظور قرار گرفته، وظیفه‌اش چی هست و در نهایت بیان اونو بهبود بدن. شاید شما خیلی نیاز به طراحی 0 تا 100 یک منبع تغذیه شاید نداشته باشید. تقریبا میتونیم بگیم که هر چیزی که شما میخواین مشابهش، حالا یا به صورت با یه تفاوت خیلی کمتری، شاید در اینترنت به راحتی بتونید پیداش کنید. اما باید بتونید که اون شماتیکی رو که شما در اینترنت به دست میارین رو بتونید برای کار خودتون تغییرش بدین و اونو بهینش کنید. اینطور نیست که هر چیزی رو که در اینترنت پیدا کنید بگیم که کاملا درسته و هیچ مشکلی نداره. این قدرت تحلیل و تجزیه مدار شما باید به دست بیارید و ما بهتون این اطمینان رو بدیم که در پایان این دوره شما بتونید به همچین قابلیتی دست پیدا کنید. و در نهایت بعد از اینکه خودتون حرفه‌ای شدید میتونید که یک منبع تغذیه سویچینگ رو طراحی کنید. مطالبی که ارائه میشن همونطور که در اسلاید قبلی هم ذکر کردم به صورت جز به جز یک منبع تغذیه سویچینگ هست که ما میایم در واقع بخش‌های مختلف مثل توپولوژی ها، فیلترهای ورودی، فیلترهای خروجی، گیت درایور، این در واقع گیت درایور چی هست، چی کار میکنه و چه نقشی در مدارمون داره، اسنابرها، اینکه چه موقع اصلا اسنابر استفاده کنیم، اسنابر چی هست، انواع اسنابر چیه، هر کدومشون چه وظیفه‌ای دارن، چه تفاوتایی با هم دیگه دارن، کدومش راحت‌تره، کدومش بهتر میتونه مدارمون رو بهبود بده، نحوه انتخاب قطعات رو توضیح میدیم که در واقع وقتی شما یک مبدل رو طراحی کردین و تمامی المان‌های اون رو مشخص کردین، نهایتاً بیاین از چه قطعاتی استفاده کنید. مثلا شما از چه پارت نامبری واسه ماسفتتون استفاده کنید، از چه مشخصی واسه دیودتون استفاده کنید، یا اگر بین چند مدل مختلف ماسفت، دیود یا قطعات دیگه، یعنی نیمه هادی ها معمولا مهمتریناشون هستن، بر سر دو راهی موندید، نهایتا بر اساس چه معیارهایی ما انتخاب کنیم و بگیم این قطعه این برتری رو داره، این قطعه میتونه در مدار من راندمان بالایی به وجود بیاره، این قطعه میتونه سرعت بالایی داشته باشه. در واقع این معیارها رو با هم دیگه بررسی میکنیم. و یه بخش مهم دیگه از دورمون طراحی سلف اوترانس هست که شاید سوال خیلی از عزیزانی که میخوان در دوره شرکت کنن، بخش بزرگیش به همین قسمت برمیگرده که خب من وقتی یک منبع تغذیه میخوام طراحی کنم، اگر به یک مقدار سلف یا
ترانس رسیدم چطور اونو پیاده سازی کنم، چون باقی قطعات خیلی راحت هست و شما میتونید اونو از بازار به راحتی تهیه کنید، اما سلف و ترانس به این صورت نیست و شما باید خودتون اون رو سیمپیچی کنید. در واقع ما اینجا میایم هسته های مختلف رو بررسی میکنیم، هسته های فرید، هسته های پودر آهن و هسته های ورق آهن، و بر اساس اونها و مشخصاتی که این هسته ها دارن میایم طراحی سلف و ترانس رو توضیح میدیم. بخش بعدی مربوط به سیستم کنترلی هست، نحوه کنترل ولتاژ و جریان در مبادلمون به چه صورت هست، انواع روش‌های کنترلی رو توضیح میدیم، مزایا و معایبشون چی هست، و در نهایت بحث‌های جبران‌سازی و پایداری رو بحث می‌کنیم که جبران‌سازی خوب به چه صورت هست، یک منبع تغذیه پایدار به چه منبع تغذیه گفته میشه، ناپایداری در منابع تغذیه به چه شکل خودشون نشون میده، و اگر یک منبع تغذیه ناپایدار بود ما چطور میتونیم اون رو پایدارش کنیم. البته مطالب دیگه هم هست که مهمتریناش رو من اینجا لیست کردم و سعی میکنیم که واسه هر کدوم از این سرفصل‌ها یک ویدئوی آموزشی تهیه کنیم و قصدمون هم این هست که حداقل در هر ماه بتونیم یکی از این ویدئوها رو در سایتمون قرار بدیم. تمامی این ویدئوها در سایت ما قرار داده میشن و شما میتونید با مراجعه به وبسایت ما به نشانی afraelect.ir در بخش دوره‌های آموزشی به اونها دسترسی داشته باشین. بعضی از این ویدئوهای آموزشی به صورت رایگان هست و شما به راحتی میتونید اونها رو مشاهده کنید، اما بعضی از ویدئوهای دیگه رایگان نیستن و شما لازم هست که مبلغ اندکی رو بابت تهیه اون ویدئوی آموزشی پرداخت کنید. و باز هم تاکید میکنم که در پایان هر ویدئوی آموزشی حتما مواردی که به ذهنتون میرسه سوالاتون رو با ما در میون بذارین تا ما هم بتونیم هم از دانش شما استفاده کنیم و هم اینکه دورمون رو بتونیم در آینده با کیفیت بالاتر برگزار کنیم. در پایان امیدوارم که این دوره برای شما مفید واقع بشه و بتونیم تمامی انتظارات شما از شرکت در این دوره رو برآورده کنیم.